شماری از وزرای سابق بهداشت و درمان و رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با هشدار درباره تبعات تصمیم‌های غیر علمی و آسیب‌زا در دولت ابراهیم رئیسی پیش‌بینی کردند که نتیجه این نوع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بهداشت و درمان به بی‌رغبتی دانشجویان پزشکی برای ادامه تحصیلات تکمیلی و لزوم واردات پزشک از خارج منجر خواهد شد. در ادامه با هم به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. فرمانده سپاه پاسداران ایران افزایش چشمگیر مهاجرت پزشکان متخصص و عمومی از ایران را دروغ، جنگ روانی و تبلیغات منفی دشمن خواند. به نوشته روزنامه اعتماد، ایرج فاضل، وزیر سابق بهداشت و درمان و رئیس فعلی کنگره جامعه جراحان ایران میگوید اکنون در برخی رشته‌های مهم و حیاتی مثل جراحی عروق و جراحی اطفال حتی یک داوطلب برای تحصیل نداریم. او ناامنی شغلی و اقتصادی را که به دلیل شرایط بحرانی اقتصادی گریبان بسیاری از پزشکان ایرانی را گرفته است، عامل اصلی این شرایط دانست. علیرضا مرندی، یک وزیر بهداشت و درمان دیگر، در دهه‌های گذشته نیز گفته بود ماه هاست که دانشجویان پزشکی معترضند که نه معلم داریم، نه کلاس داریم و نه آزمایشگاه. محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، افزایش تمایل پزشکان و متخصصان برای مهاجرت از ایران را هشداری خطرناک خواند و گفت سیاست‌های نادرست جوانان جامعه پزشکی را ناامید می‌کند و به خیل مهاجرت و انصراف از پزشکی منجر خواهد شد. چنان که پزشکان ما برای تحصیل در دوره‌های تخصص و فوق تخصص رغبتی ندارند و همانطور که امروز در بسیاری از رشته‌های ضروری هم جراح پزشک متخصص نداریم و در آینده مجبور می‌شویم بیماران را برای مداوا به خارج از کشور بفرستیم یا پزشکان خارجی به کشور بیاوریم. به گفته رزیدنت‌ها، فشار ساعات شیفت و بار روانی سنگینی که پزشکان طی این دوره متحمل می‌شوند، انواع ناهنجاری‌های روانی و فشارهای روحی ایجاد می‌کند. سختی دوره دستیاری در کنار تمایل به مهاجرت و انصراف از ادامه مسیر سبب شده است بسیاری از دانشجویان پزشکی قید حضور در رشته‌های تخصصی دشوار را بزنند که این مسئله شبکه درمانی ایران را با مشکل کمبود پزشک متخصص مواجه کرده است. از سوی دیگر در ادامه خودکشی‌ها در میان کادر درمان ایران، سمیرا آل سعیدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روماتولوژی، به زندگی خود پایان داده است. در دی ماه گذشته، انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران از آمار بالای خودکشی در بین رزیدنت‌ها خبر داد و تداوم این روند را زمینه‌ساز فروپاشی نظام سلامت کشور دانست. بیشتر صحبت کنیم در این باره با دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکایی استان مازندران. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر غلامی، به عنوان یک پزشک بفرمایید علارغم پیشرفت ایران در دهه‌های اخیر در رشته‌های مختلف پزشکی، دلیل وضعیت به وجود آمده فعلی برای پزشکان ایران چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما و بینندگان و شنوندگان گرامی. گزارش مبسوط شما کامل بودش و به نظرم مطلب رسوندش. من در تایید اون باید عرض کنم با عنایت به اینکه اولویت کشور اونی که بایستی باشه و مسائل اولیه و اساسی انسانی، نیازهاش هم از مادی، معنوی، محیط زیست چون بهش پرداخته نمیشه و اینکه کشور و اولویت‌هاش در موارد و شرایط دیگه تمرکز پیدا کرده، تمام جوانب کشور آسیب داره می‌بینه، از جمله جامعه پزشکی. از اونجایی که جامعه پزشکی
مورد اقبال و توجه کافی واقع نشده، این قش متاسفانه در حال فرسایشه، علی‌رغم اینکه بین سالهای دهه‌های 60 70 80 ما با عملا با گسترش و اشاعه و کیفی و خدمت شما عرض کنم کمی جامعه پزشکی بودیم، حتی مدارج خوبی رو در جهان به دست آورده بود، متاسفانه در دهه 90 رو به افول در خدمت. بله، در صورت تداوم وضعیت موجود چه آینده‌ای برای کادر درمان و بهداشت در ایران متصوره؟ متاسفانه چون جامعه پزشکی اون چی که انتظار میره با عنایت به طولانی بودن مدت تحصیل، طرح اجباری کار که اگر در نظر بگیریم 20 سالگی شروع بشه به 40 سالگی میرسه، تازه بایستی پزشک بیاد برای اینکه امکانات اولیه زندگیشو فراهم کنه، تو فشار شدید این تحصیل، طرح اجباری کار، دستمزد بسیار پایین و اینکه فشار سنگین کاری و متاسفانه یک سیستم مافیایی هم در بیمارستان آموزشی در درمانی ما حاکمه که متاسفانه کار رو اون کسی که موفقاً به زیر دست و نهایت به سطوح پایین رزیدنت ها متاسفانه با دستمزد پایین، فشار پایه کار، اینا باعث میشه که متاسفانه رضایت پایین بیاد، تحلیل بره روحی روانی و این مشکلاتی که شاهدیم از جمله افسردگی و تمایل به خودکشی و خودکشی ها رو شاهد باشیم. بله آقای دکتر غلامی، پدیده هایی چون بیمیلی به ورود به رشته پزشکی، عدم تمایل به ادامه تحصیل در مقطع تخصصی، مهاجرت، خودکشی و نظایر آن چرا در رشته های مربوط به درمان و سلامت فراگیر شده؟ همونطور که عرض کردم این مشکل اقتصادی مبتلا به جامعه، سطوح مختلف جامعه رو متاسفانه به شدت تحلیل برده و داره میبره. ما متاسفانه اولویت برای جمعای امور ما مسئولین کشور بایستی به نیازهای اساسی و مبرم در این نفس‌های رقابت سنگین منطقه جهانی به اینا پرداخته بشه، به یک سری اولویت‌های دیگه متاسفانه تمرکز دارن. بله. و پزشکان قاطبه جامعه علمی اون که شأنش حق بشه، مثلا بنده که پزشک خانواده در شهرستان مکا استان مازندران هستم، خدماتی که بنده میدم دقیقاً رقم و هزینه‌ای رو دریافت می‌کنن که نزدیک 7-8 برابرش رو ترکیه همکار من داره دریافت میکنه. این تفاوت زندگی متاسفانه تاثیرات خودش رو میذاره، از شمول مسائل این که اقبال کم بشه، این که ترک تحصیل صورت بگیره، این که مهاجرت بشه، ما متاسف دپرسشن، دیپرسشن آید، خودکشی، این چیزا رو شاید باشه. بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکای استان مازندران. We'll be right back.